به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به این ویدیو در مورد فانکشن ها داخل بلوپرینت صحبت میکنیم. خب ما اگر بیام اوپن لول بلوپرینت بزنم که بلوپرینت وا بشه، شما میبینید که به قسمت مای بلوپرینت پنل به اینجا که به نام فانکشن وجود داره. خب فانکشن چی هسته؟ در زبان دری هر چیزی که بدن و تن ختم بشه فانکشنه، مثلا کار کردن، انجام دادن، بالا شدن، پریدن، خوابیدن، اینا همه میشه فانکشن. در کامپیوتر ساینس فانکشن ها عبارت از پروسیجری هستن که یک کار برای ما انجام میدن و در داخل بلوپرینت یک نودگراف به نام فانکشن یاد میکنن. به پروگرامینگ هم یک بلاک از کد به نام فانکشن یاد میکنن. پس هر چیزی که یک کار برای ما انجام بده او فانکشن گفته میشه، مثلا پرینت کردن، مثلا شروع کردن، ختم کردن، اینا همه میشه فانکشن. حالا به داخل بلوپرینت ما چی قسم میتونیم یک فانکشن ایجاد کنیم؟ به قسمت مای بلوپرینت پنل اگر روی دکمه فانکشن روی پلاس بیاین کلیک کنیم، یک فانکشن برای ما ایجاد میکنه. بعد به این فانکشن خود ما میتونیم اسم بدیم، مثلا میدم اسم ویلکام. وقتی ما برای از اسم میدیم میبینیم این فانکشن به نام ویلکام اینجا ایجاد شد. در داخل دنیای برنامه نویسی و بلوپرینت فانکشن ها به دو دسته تقسیم میشن، بلتین فانکشن ها و کاستوم فانکشن ها. کاستوم فانکشن ها فانکشن هایی که وجود دارن از قبل توسط خود انریل ادیتور ساخته شده و اینجا هست. مثلا میبینیم شما اینجا فانکشن های مختلفه، فرض کنیم یکی از اینا رو بخونیم به نام دیلی بود. اگر ما اینجا دیلی نوشته کنیم شما میبینید که فانکشن دیلی میاره. ببینیم فانکشن های مختلفی که کار دیلی انجام میده رو به اینجا برای شما میاره و فانکشن ها دیگه هم اینجا بدیدین که اینا بلتین فانکشنه. و یک سری فانکشن ها هست مثل ویلکام که خود ما تیار میکنیم. یاد شما نره که ما میتونیم بلتین فانکشن ها و کاستوم فانکشن ها رو خودی هم کمباین کنیم و یا یک جا کنیم. فانکشن ها میتونم از صدق اینپوت یا ورودی و اوتپوت یا خروجی داشته باشم که اینپوت و اوتپوت یک فانکشن از قسمت دیتیلز پنل میتونیم مشخص کنیم. مثلا اگر من اینجی روی پلاس کلیک کنم یک پارامتری مثلا به نام نیم میتونیم شما برای از اضافه کنیم که تایپ از این را میتونیم از اینجی بیایم مشخص کنیم چی باشه. مثلا میگم تایپ یا استرینگ باشه. ببینیم اینجا یک پن ایجاد شد که این شامل نیم و استرینگه، تایپ استرینگه و اسمی هم هست نیم. پس این میشه اینپوت والیو یا ورودی یا پارامتریو. و فانکشن ها یک چیزی در آخر ریترن میکنم یا خروجی میدن که به نام اوتپوت یاد میشه. ما میتونیم اینجا بیاییم اوتپوت را مشخص کنیم و برای اوتپوت خود میتونیم اسمی هم بدیم. مثلا اسم از این میدم مسیج. پس ما میتونیم اینپوت داشته باشیم، میتونیم اوتپوت داشته باشیم. خب این فانکشن ویلکام فرض کنیم نوشته میکنه هلو، بعد از هر اسمی که ما میدیم مثلا احمد، هلو احمد، بعد مثلا بگه آور یو و به در آخر هلو احمد آور یو بندازه داخل وریبل به نام مسیج رو ریتر کنه. خب برای از این کار ما از یک نود به نام اپند استفاده میکنیم. نود اپند در داخل انریل انجین که هسته میای یک استرینگ اپند میکنه. ببینیم اپند که پین استرینگ اپند میکنه یعنی چی؟ یعنی دو تا استرینگ دو تا متن خودی هم یک جا میکنه. مثلا متن اول هسته هلو، بعد از او کامه، بعد از او اسپیس. استرینگ دوم احمد، محمود، کریم هرچی هست از پارامتر میگیره، از اینجا قیمت میگیره هرچی ما پس کنیم بریو. و در آخر هم استرینگ سوم هم اگر خواسته باشیم دیشته باشیم روی ادمن میزنیم، مثلا نوشته کنه فرض کنیم یک نقطه میدیم بعد از فاصله آواریو، بعد ریترن کن قیمت ازیر به داخل مسیج، یعنی که هلو احمد آوریور بگیره اگه بنداز داخل مسیج. هر زمان فانکشن صدا زده شه اولین کاری که میکنم این انتری پوینت ازی، این به نام انتری پوینت یاد میشه، انتری پوینت از اجرا میشه و این کارا رو انجام میده و میای فانکشن به نام وریبل به نام مسیج ریترن میکنه. فانکشن ویلکام وریبل مسیج ریترن میکنه. اگر داخل ایونت گراف بریم مال به اینجا اگر خواسته باشیم ما اگر فانکشن میتونیم صدا بزنیم، فرض کنیم ما این فانکشن به نام ویلکام صدا بزنیم، میتونیم اینجا نوشته کنیم ویلکام. میبینیم که اینجا میاره فانکشن به نام ویلکام، روی کلیک میکنیم یا از اینجا کش میکنیم رو میندازیم اینجا، هر دو تا یکیه. خب ما الان انداختم اینجا، میگم از ایونت بگین پلی مستقیم شروع شه این فانکشن صدا زده شه. خب این فانکشن چیکار کنه؟ بیای بریم ما یک چیزی پرینت کنه یا همین کار که انجام میده رو بیای اون مسیج رو در آخر بروی صفحه بریم ما نشون بده. فانکشن به نام پرینت استرینگ میای یک متن به روی صفحه یا داخل
گیم وقتی ران میکنیم بریم ما دیسپلی میده یا نشون میده. خب اینجا میگیم مسیجی که قراره بریم نشون بده وصل میکنیم به این استرینگ. حالا هر زمانی که ما پلی کنم یا این مسیج رو بریم چاپ میکنیم، این مسیج چیه؟ اینجا هم اسم رو میدیم، اسمی که قراره چاپ کنه. مثلا نوشته میکنم فرزانه. این چه کار میکنه؟ فانکشن ویلکم میگه که هلو فرزانه اوور یو، و بعد این فانکشن پرینت اسکرین رو میاد چاپ میکنه. اگر کمپایل کنم ببینید کمپایل کردم، سیو میکنم چون لیول برو پرینته اوور رایت میکنیم. حالا اگر من بیام پلی کنم شما میبینید که به این جگه به این قسمت برای ما هلو اوور یو فرزانه رو چاپ میکنه. هلو فرزانه اوور یو. اگر من بیایم به داخل بلوپرینت فانکشن ویلکام بیام این جگه نوشته کنم مثلا احمد، این دفعه بریم احمد چاپ میکنه. سیو هم باید بکنیم. حالا اگه بیام رن کنم میبینیم که الو احمد چاپ کرد. پس میریم لیول بلوپرینت وا میکنیم. خب این پس فانکشن ویلکام همی کار بریم انجام میده. اگر فانکشن انتخاب کنیم به داخل دیتیلز پنل یک سری مشخصات داره. دسکریپشن مثل تول تیپی که برای وریبل ها بود همه قسم عمل میکنه. ما میتونیم برای فانکشن دسکریپشن بدیم، هر وقت ماوس بیاریم روی بریم ما دسکریپشن از رو میگه. کاتگوری میتونیم ما فانکشن رو به یک کاتگوری وصل کنیم، بازم مثل وریبل ها میتونیم برای فانکشن کیورد بدیم. کامپکت نود هم داریم ما که میتونیم برای از یک کامپکت نود بدیم، مثلا ویلکام نوشته میکنیم این به حالت کامپکت نود تبدیل میکنه. ببینیم به حالت که بیشتر به قسمت مثل حالت تگ میمونه که به قسمت سرچ بریم و کمک میکنه. پس شکل یا فرم از این به حالت تبدیل کرد. میتونیم هم که شما این پس ریموف کنیم که پس به حالت اول بیایه. و از قسمت اکسیس مودیفایر میتونیم بگیم که این فانکشن قابل دسترس به تمام بلوپرینت ها باشه. اگر پابلیک باشه تمام بلوپرینت ها از این میتونن استفاده کنن. اگر پروتکتد باشه فقط خود بلوپرینت میتونه استفاده کنه و چایلد یا بلوپرینتی که از این بیرس میبره، و اگه پرایوت باشه فقط همین بلوپرینت میتونه از این استفاده کنه. پروتکتد باز میخونیم بیشتر که چی رقم کار میکنه. قسمت پیور که هسته میگه که این فانکشن ما دو حالت داریم، پیور داریم ایمپیور داریم. اگر فانکشن پیور باشه یعنی که وریبل ها از این فانکشن نمیتونم مودیفایشم یا چنجشم به حالت. اگر ایمپیور باشه میتونم که قیمت های اینا چنجشه یا مودیفایشه، که من فعلا میگم ایمپیور باشه و باز بعدا از این استفاده میکنیم. کال ادیتور هم که هسته زمانی که ما ای که فعلا لیول بلوپرینت، زمانی که کلاس بلوپرینت بخونیم، چون کلاس بلوپرینت به یک اکتور داده میشه، پس داخل دیتیلز پنل ویوپورت یا داخل دیتیلز پنل که ما بریم برای ما اکتور خو وقتی تیک از این هم گذاشته باشه، مثلا ما به این فانکشن به ای اسکایلایت یا به ای پلیر استارت میاییم، فرض کنیم که همو بلوپرینت اتچ میکنیم که کلاس بلوپرینت میشه، ما به اینجی فانکشن میبینیم همراه با یک باتونی که میتونیم فانکشن صدا بزنیم از داخل انسپکتور یا از داخل دیتیلز پنل. پس اگر ما حالا پس دوباره بیایم داخل ازی، اگر تیک کال ادیتور گذاشته باشه کلاس بلوپرینت یا اکتور بلوپرینت فانکشن رو به داخل دیتیلز پنل نشون میده و میتونیم از او استفاده کنیم. خب اگر به شکل خلاصه بیاییم خوبی ها فانکشن نوم ببریم، یکی از خوبی ها به نام ریوزیبیلیتی یاد میشه، یعنی یک فانکشن که شما تیار میکنیم هزار بار ما میتونیم از فانکشن ویلکم به هر جو استفاده کنیم. این خوبیونه. پس یکی از ریوزیبیلیتی. دومین خوبی به نام ادیتیبیلیتی یاد میشه، یعنی که شما میتونیم این فانکشن هر رقم خواسته باشیم بیایم ادیت کنیم بدون از اینکه کل سیستم به هم بخوره. میتونیم شما یک قسمت از اون فانکشن خوب بریم ادیت کنیم. خوبی دیگه ای که داره به نام ریلایبیلیتی یاد میشه. ریلایبیلیتی یعنی این که وقتی یک فانکشن داریم شما که از او استفاده میکنیم، در حقیقت او فانکشن توسط افراد مختلف بارها و بارها تکرار شده و استفاده شده و دیگه بگ یا مشکل یا ایروری نداره و کدام اشتباهی نمیشه داخل سیستم شما، به خاطر فانکشن ریلایبله. مثلا شما فرض کنیم که یک فانکشن داریم که این فانکشن به نام پرینت استرینگ یاد میشه. فانکشن پرینت استرینگ شاید میلیاردها بار توسط کمپانی های مختلف و دیولپر های مختلف استفاده شده باشه. و خوبی دیگه ای که داره فانکشن به نام ریدیبیلیتی یاد میشه، یعنی که تمام جزئیات یک فانکشن هایت میشه. مثلا فانکشن ویلکام اگه دبل کلیک کنم درست اینجا سه تا نود ما اضافه کردیم و یک کار خیلی خوردی انجام میده، ولی ممکنه که یک فانکشن هزاران نود داشته باشه، ولی شما فقط داخل ایونت گراف چی میبینیم؟ اسمی رو میبینیم ویلکام.
از اسم میفهمین که این دقیقا میای مثلا یک مسیج چاپ میکنه، یا از روی اسم فهمیده میشه که میای یک استرینگ پرینت میکنه. در حالی که اگه ما داخل فانکشن وا کنیم میبینین که داخل یه لاجیک خیلی قویه، به این خاطر میگین که ریدیبیلیتی داره و خانه ای خوبه داره برای ما، و میتونیم ما با خواندن اسمی و تمام لاجیک بگیریم و بفهمیم که این فانکشن دقیقا چیکار میکنه. و در حقیقت میای ما دیتیلز ایمپلمنتیشن همون فانکشن از دید یوزر یا از دید دیولپر هایت میکنیم وقتی از فانکشن استفاده میکنیم. پس فانکشن ها خوبی ها خیلی زیادی داره و به جاهای مختلف میتونیم ما از اون استفاده کنیم. خب این بود مسئله فانکشن ها. تشکر، موفق باشیم، وقت شما خوش، خدا نگهدار.